در واقع میشه گفت آقای ترامپ حدود 30 ساعت کمتر از 30 ساعت در پاریس بود برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه و همینطور شرکت در مراسم روز ملی این کشور 14 ژوئیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب فرانسه. در این مدت میشه گفت که استقبال باشکوهی از طرف رئیس جمهوری فرانسه از او شد در این کشور در فرانسه و او در رژه‌ای که ترتیب داده شده بود شرکت کرد. در این مدت گفتگوهایی رو داشت با رئیس جمهوری فرانسه، در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردند دو رئیس جمهور. با توجه به اینکه قبل از ورود آقای ترامپ صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه آیا انتخاب درستی بوده در واقع دعوت از آقای ترامپ برای حضور در این مراسم ملی که برای فرانسوی‌ها هم خیلی مهمه یا نه، و همینطور با توجه به اعتراضاتی که به حضور او شده بود در جریان اجلاس سران جی 20 در هامبورگ، روزنامه فیگارو نظرسنجی رو انجام داده بود و بعد از اون اعلام شد که فرانسویان از این تصمیم آقای ماکرون در واقع حمایت میکنن و از حضور آقای ترامپ در این مراسم. میشه گفتش که این اولین باری هم نبود که البته یک رئیس جمهوری از آمریکا در این مراسم شرکت میکرد. قبل از اون هم فرانسوا میتران از جورج بوش پدر برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود. آقای ماکرون میشه گفت که در این شرایط که آقای ترامپ خیلی روابط خوبی با خانم مرکل صدر اعظم آلمان و سیاست‌های او نداره، حالا تلاش میکنه تا فرانسه رو به عنوان یک متحد و دوست نزدیک آمریکا تثبیت بکنه. به این نکته در صحبت‌هاش هم اشاره کرد. به عنوان مثال گفت جملاتی مثل اینکه هرگز هیچ چیز ما رو از هم جدا نمی‌کنه و یا اینکه حضور آقای ترامپ در کنارش رو در مراسم 14 ژوئیه نشانه ای از دوستی با دوام دو کشور در طول تاریخ خونده بود. اون هم در شرایطی که آقای ترامپ به نوعی در بین اروپایی‌ها به خاطر اظهار نظرها و سیاست‌هاش در انزوا قرار گرفته و در این شرایطی که آقای ماکرون داره تلاش می‌کنه تا نشون بده تا چه حد مصلحت اندیشه، چون با توجه به اینکه به هر حال فرانسه و یا کشورهای اروپایی باید با آمریکا تعامل داشته باشن در مبارزه با تروریسم، همینطور بر سر روسیه و یا توافق آب و هوا. توافق آب و هوا یکی از اختلافات اصلی و چالش‌های پیش روی این گفتگوها بود و آقای ترامپ در پایان این دیدار بعد از گفتگوهاش با آقای ماکرون گفت امکان اینکه تغییر بده نظرش رو وجود داره اگر در واقع مذاکرات دیگه‌ای بشه، اگه تغییراتی در این توافق به وجود بیاد.